خب سلام دوستان، به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که با هم دیگه باکس لونین سی تی اف رو روی پلتفرم چای حکمی انجام بدیم. خب اول از همه به وی پی ان چای حکمی متصل شین، باکس رو دیپلوی کنید و تارگت آی پی خودتون رو از اینجا دریافت کنید. میریم که راست اسکن رو ران کنیم روی در واقع این آی پی مون که پورتای بازوبایمون نشون بده، داش اس وی برای ورژن انومریشن، اس سی دیفالت اسکریپت و او ان کی آوتپوت داشته باشیم توی فرمت ان مپ، توی دایرکتوری به اسم nmap که الان میسازمش و اسمشو میذاریم در واقع all ports. خب ما اینجا 5 تا پورت داریم، 22 که به صورت دیفالت SSH، 80 به صورت دیفالت HTTPه و 3306 هم به صورت دیفالت MySQL. کواد 4 و 5000 هم که معلوم نیستن چی هن. پس یه دایرکتوری برای گوباستر ایجاد میکنیم که در واقع این گوباستر رو ران کنیم روی پورت 80 مون. پس http equals 10.10.27.18 و ورد لیستش هم user share ورد لیست derp common.txt یا extension.txt هم بهش میدیم. خب میریم که ببینیم در واقع سایتمون چی هست. اصلا دیفالت پیج در واقع اپاچی 2 که اگه سورس کدش هم نگاه کنیم هیچ کامنت در واقع جالب یا هینتی وجود نداره اینجا. من این باکس رو همین الان تموم کردم، برای همین اینا رو میدونم. بریم ببینیم که پورت در واقع کواد 4 و 5000 چی هن. اینجا که هیچی، 5000 هم هیچی. با در واقع نتکت بهشون متصل شیم، 10.10.27.198 quad 4 و connection refused، 5000 connection refused. نه مثل اینکه connection refused نمیگیریم و بهمون میگه که در واقع config info رو نمیتونه از اینجا لود کنه. خب این به ما در واقع suggest میکنه که 5000 یک سرور SSH، ولی حالا براتون در واقع وقتتون رو تلف نکنم، کواد 4 و 5000 جفتشون رابیت هول هستن، یعنی فقط میخوان وقت شما رو تلف کنن و حواستون رو به جای دیگه بندازن که هدف اصلیتون رو گم کنین. چون کواد 4 وقتی بهش متصل شین، حالا نمیدونم چرا اینجا داره کانکشن ریفیوز میده، ولی وقتی بهش متصل شین جفتشون هم حالا TCP رابطن اینجا همینطور که میبینید. حالا الان بازی چیز دیگه تشخیص داده، ولی آخرین باری که من اون کردم TCP رابط بود. خب وقتی به کواد 4 متصل شین با نتکت، در واقع براتون یک پسورد Base64 encoded شده میفرسته که ازتون میخواد دیکودش کنید و براش بفرستید، و وقتی شما این کار رو انجام میدین در واقع براتون یک چیزی مثل این میاره که شما انگار روت شدین و شل در واقع روت رو گرفتین، ولی اینطور نیست. شما هر کامندی که ران کنین براش بفرستین یک فیتال ارور میده که همه اینا فیک. حالا وقتی بریم روی باکس بهتون نشون میدم که اسکریپتاشون چی بودن و چرا جفتشون فیکن و هیچ کار خاصی انجام نمیدن جز اینکه حواس شما رو پرت کنن. خب یه دایرکتوری هیدن و یک instructions.txt برامون پیدا کرده. میریم ببینیم که هیدن چیه. مثلا که یک آپلود فانکشنالیتیه که بهمون اجازه JPEG, PNG و GIF رو میدن. حالا دوباره وقتتون رو تلف نکنم، شما اینجا در واقع این هیچ کاری انجام نمیده، نمیتونین هیچ فایلی رو آپلود کنین. وقتی که حتی یک عکس واقعی هم بخواین آپلود کنین بهتون میگه که توی دایرکتوری آپلود همچین چیزی آپلود شد، ولی وقتی میان اینجا هیچی وجود نداره. پس اینم یک رابیت هول دیگه بیش نیست و همونطور گفتم کار خاصی انجام نمیده. ولیکن instructions.txt یک اطلاعات مهمی رو داره، همونطور که اینجا میبینید که ما بهشون نیاز داریم، که credentials در واقع MySQL user رو داره اینجا که ما اینو سیف میکنیم و گفته که قدمایی که میخواد برداره اینه که یک MySQL user بسازه و لاین های مهمه توی در واقع config.php رو عوض کنه، که حالا یک config.php هم توی دایرکتوریه واتوری که اینجا میبینید هست که توش خالیه و هیچ چیز در واقع مهمی وجود نداره، کلا هیچی نیست، سفیده. خب پس من اینجا یک creds.txt ایجاد می، حالا اشتباه تایپ کردم ولی ایراد نداره، ایجاد میکنم که توش اینو در واقع ذخیره کنیم و به در واقع SQL متصل شیم. پس 10.10.27.198 پورت 3306 یوزر ران چک اگه اشتباه نکنم و پسورد. پسوردش رو از اینجا کپی میکنیم و بهش میدیم.
خب همونطور که میبینید به سرور MySQLش متصل شدیم، دیتابیس ها رو نشون بدیم. یک information schema داریم و یک run or not که information schema به صورت دیفالت وجود داره ولی run or not وجود نداره، پس استفاده میکنیم ببینیم که تیبل هاش چیه. پس تیبل هاش رو نشون بده. یک تیبل run check داره که اگه تمام کالم هاشو در واقع ببینیم، شو کنیم، میبینین که یک کالم ران داره که ست شده به صورت دیفالت روی صفر. حالا ما اگه دایرکتوری whatever رو نگاه کنیم اینجا، میبینید که یک کامند اکسیکیوتره که شما هرچی بهش بدین رو ران نمیکنه، فقط براتون دیسپلی میکنه. یک مودی داره اینجا که میبینید صفر، در واقع به صفر تعیین شده صفر باشه، همین صفری که ما اینجا تو این کالم ران میبینیم. پس ما میتونیم اینو آپدیت کنیم که یک باشه تا کامنده ما رو ران کنه. پس اسم تیبلمون که ران چک و اسم اون کالم ران که اونو میذاریمش یک باشه. اگه الان ران کنیم اسمش چی بود؟ ران چک. آره همونطور که میبینید این تبدیل به یک شد. اگه اینجا هم ریفرش کنیم میبینید که تبدیل به یک شده و اون کامند ls ما رو در واقع ران کرد. اگه ID هم بزنم میبینید که دات 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 دیتا هستیم. خب الان کار دیگه ای که باید کنیم اینه که یک لسنر بذاریم که یک ریورس چلیو اینجا بذاریم که کال بک کنه به ما. خب من وبسایت payload all the things رو همین الانش هم باز کردم که یک ریورس چل بش رو اینجا داشته باشم. شما اگه اینو کپی کنید IP خودتون رو جاش قرار بدین، ران کنید، میبینید که هیچ اتفاق نمیفته، هیچ کالبکی نمیگیرید. برای اینکه در واقع اسکیپ کنید از این، اینو میذارینش توی یک بش داش سی که مطمئنشین از طریق بش ران میشه. IP خودتون رو بذارین با پورت مورد نظرتون و الان ران کنید. همونطور که میبینید ما کالبک رو گرفتیم. حالا اگر اینم جواب نداد که جواب میده، میتونید از این پیلود PHP هم استفاده کنید و جواب، یعنی در واقع کالبک رو بگیرید. خب حالا شلمون رو استیبلایز میکنین میکنیم. اگه نمیدونین این چیه، توی ویدیو اولم در واقع توضیح دادم که به چه درد میخوره و چرا داریم این کار رو انجام میدیم. اگه من بتونم درست تایپ کنم python-c import pty.spawn bin. خب بین بش رو اسپان کردیم، STTY raw minus echo میزنیم که echo مونو برداره، FG میزنیم foregroundش میکنیم، export term xterm که بتونیم پاک کنیم سفر. خب میریم توی هوم دایرکتوری که ببینیم که در واقع یوزرامون چیان. یکی آدم داریم، آدام و میسون، آدم و میسون. خب میریم توی dev shm و shared memory dev shm و limpiz رو میاریم اینجا که برامون به صورت اتوماتیک چند تا چک previous go run کنه. پس python-m http.server wget در واقع 10.9.187.45 8000 and lin limpiz.sh. خب limpiz رو آوردیم اینجا، بهش chmod execute میدیم که بتونیم رانش کنیم. رانش میکنیم و یک لاگی هم براش ایجاد میکنیم. خب ممکنه یه خورده طول بکشه، من ویدیو رو پاز میکنم و وقتی که اسکن ما برگشت، در واقع اسکریپت ما برگشت، برمیگردم. خب دوستان اسکن ما برگشت و میریم ببینیم که چی پیدا کرده. سودو ورژن داره که این حالا این ورژنش و چندین ورژن قبلش به تازگی یک اکسپلویت هیپ بیسد بافر اورفلو داشتن که سودو در واقع از این وانرابیلیتی رنج میبرد، تازگی هم پیدا شده بود و ممکنه که بتونیم از اون استفاده کنیم. تا حالا باکسی رو ندیدم که در واقع به صورت اینتندد حالا از اون استفاده کرده باشه، ولی میبینیم که چی میشه. اینجا ها چیز خاصی نیست. کران تبا رو داره نگاه میکنه، کران جابا رو.
به صورت لوکالی پورت 8080 داریم که میتونه جالب باشه. 53 که دی ان اس چیز خاصی نیست. یوزر های روی باکس چیز خاصی اینجا ها نیست، چیز خاصی نیست. اس یو آی دی ها که باز هم چیز خاصی اینجا نیست. دایرکتوری های توی روت این به نظر خاص میاد، یادمون باشه. تا یادم هم نرفته بهتون قضیه اون پورت کواد فور و 5000 هم بگم همین جان توی وار بکاپس هم. چیز خاصی اینجا ها نیست و خب چیز خاصی نبود. میریم توی وار بکاپس که من اون قضیه در واقع اون دوتا اسکریپت رو به شما بگم. یک حالا اگه LSLA بزنم میبینین که یک دات اسکریپت اینجا وجود داره که توش اسکریپت فیک ssh.py و ران از root.py هست که اگه ببینیمشون روی پورت 5000 که داشتیم میدیدیم این ران میشه، منتظر کانکشن میاد. وقتی بهش در واقع کانکت شدیم توی این لاگ فیک ssh.log رایت میکنه که bamboozled client و IP که بهش متصل شده رو میگه، که یعنی در واقع ایسکاش کرده، حالا به زبان خودمون ایسکاش کرده. و بعد این همون در واقع اروری که اونجا دیدیم unable to load config info from اینجا رو براش دیسپلی میکنه. اگر ران از روت رو براتون در واقع نشون بدم بهتون، میبینین که اینم روی پورت کواد فور گوش میکنه. یک لیست در واقع پسورد داره که از توی اینها به صورت رندوم، همینطور که اینجا میبینید اینجا رندوم رو ایمپورت کرده، به صورت رندوم یکی رو انتخاب میکنه، بیس 64 انکودش میکنه. وقتی بهش متصل میشین توی این لاگ میره مینویسه که متصل شد، میگه که این پسورد رو انتخاب کرد و انکودش میکنه، برای شما میفرسته. همونطور که بهتون گفتم ازتون میخواد دیکودش کنین و براش بفرستین، و وقتی متصل شدین یه همچین چیزی رو بهتون نشون میده که شما فکر کنید در واقع یک شل روت دارین، ولی هر چیزی که براش بفرستین اینجا ریسیف کنه براتون میاره فیتال ارور و در واقع باز هم شما رو ایسکا میکنه و یک رابیت هول دیگه بود. خب بریم ببینیم اون دایرکتوری جالبی که گفتم چی بود. یه دایرکتوری پس توش هست، میریم ببینیم توش چیه. یک سکریپت اینجا میبینیم که اگه کتش کنیم بی کریپت یک پسوردی رو اینجا در واقع محاسبه میکنه با این سالت هش و سالتو که پسورد هم اینجا خالیه. یه لینک یوتیوب به حالا چنل کوینه، بند کوین که توش وی ویل راکیو رو میخونن، همون آهنگ معروفشون که ممکن اینجا سجست کرده باشه که از راکیو استفاده کنین که پسورد رو پیدا کنین. و من خودم به شخص بعد از گذراندن چندین ساعت روی پریویس گیم باکس فهمیدم که اینم یه رابیت هول دیگه است. از کجا فهمیدم؟ از اون جایی که بذارین اول پورت لوکال پورت 8080 که بهتون گفتم چک کنیم. این باکس برعکس ماجیشن ان مپ نداره که خود ریالیستیک تر است در واقع، چون ان مپ روی باکس ها به صورت دیفالت نیست. خب مسلما اگه کل لینکس نباشه میتونیم از کرل استفاده کنیم که ببینیم آیا لوکال هاست اتو کامپلیت نمی کنم، ببینیم که آیا در واقع وب پیج یا خیر. بله میگه که میسنز روت بکتور، بکتور روت میسنه که از همون میخواد یک پست ریکوست بفرستیم که توش پسورد و سی ام دی تایپ رو بزنیم بفرستیم در واقع تو اون ریکوسته، که سی ام دی تایپ میتونه یکی از اینا باشه، که باز هم یک رابیت هول دیگه است چون ما پسورد رو نداریم. اگه سعی کنیم که مثلا پسورد رو بزنیم راکیو و سی ام دی تایپ رو بزنیم مثلا LSLA به لوکال هاست 8080 میبینین که هیچ اتفاق نمیفته و میگه که wrong password حالا your place. خب من اینجا بعد از گذراندن چندین ساعت تازه به این فکر رسیدم که exploit suggester رو ران کنم، پس میریم در واقع ترانسفرش میکنیم linux exploit suggester یه لس بزنیم http.server ویگتش کنیم توی shared memory 187.0
طوری اگه بتونم تایپ کنم پورت 8000 و این فایل رو در واقع ترانسفر میکنیم اینجا که رانش کنیم و برایمون در واقع اکسپلویت هایی که توی دیتابیس خودش داره حالا توی اسکریپت وجود داره رو ببینه که آیا به دردمون میخوره میتونیم ازشون استفاده کنیم یا خیر. خدای بزرگ ران میکنیم این سجست رو و میبینید اینایی که سبزن less probable هن که درصد موفقیتشون کمه، حالا اینایی که نارنجی هن باز درصدشون خورده بالاتره که یکیشون هم همون heap based buffer overflow جدید 2021 که بهتون گفتم برای سودو. خب من اینا رو امتحان کردم و خب جالب است همه همین heap based buffer overflow برای این سودو برای سودو جواب داد. من سی وی ایشو از توی در واقع proof of concept‌شو از GitHub دانلود کردم، حالا لینکش اگه میخوان اینجا هست. اینو git clone کردم و 21 همینطور که میبینید اینجا هستش فایلاش. ما الان تنها کاری که باید کنیم اینه که اینو ترانسفر کنیم اینجا، میکش کنیم و رانش کنیم تا روتو بگیریم. پس وی گت ریکورسیو و نو پرنت که از پرنت دایرکتوری چیزی رو دانلود نکنم. 10.9.187.45.8000 اسم این دایرکتوری، این دایرکتوری در من در واقع HTTP موران نکردم نشم HTTP.server HTTP.server. خب همونطور که میبینید ما داریم در واقع کل اون دایرکتوری به صورت ریکورسیو ویگت میکنیم اینجا و اگه ببینید یک دایرکتوری به IP پورت من ایجاد شد که اگه بریم توش، خدایا نمیدونم چرا نمیتونم تایپ کنم، میبینیم که اینو در واقع اینجا گرفته. میریم توی فولدرش دایرکتوریش LSLA رو ران میکنیم و همونطور که خود در واقع اینجا سجست کرده میک میکنیم که اینو به صورت کامل میک کنه برام. میکش کرد اینجا، میتونیم حالا سودو هکس می ساندویچ رو در واقع ران کنیم. به همون تارگیت همون رو نشون میده که ما همین در واقع تارگیت اول رو میخوایم. اینجا به همون گفته که میتونید اینطوری در واقع اکسپلویتش کنید. پس sudo تارگیت صفر. خب همونطور که میبینید ما روت رو به همین راحتی گرفتیم، آیدیمون روته. اگه بریم توی root directory در واقع root.txt رو اینجا داریم که میتونین ریتریوش کنین. اگه بریم توی هوم دایرکتوری میسن میبینین که user.txt هم اینجا داریم و بقیه در واقع تسکای این باکس هم که حالا یکیشون از همه یه خورده سخت‌تر بود که شما باید به صورت مانیولی اینومریت کنین توی دایرکتوری آدم. اگه بریم توی دسکتاپ اگه بریم یک آرکایو در واقع آرکایو اینجا داریم که اگه بریم توش این جوابی یکی از تسک هاست که اگه شما خودتون باکس رو انجام بدین میفهمین که کدومه. خب امیدوارم از این ورک ثرو لذت برده باشین، براتون در واقع اینفورمیتیو باشه، چیزی یاد گرفته باشین. مهمتر از همه خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنون میشم، خیلی به کانالم کمک کردین و منو در واقع انگیزه میدین، بهم موتیویتم میکنین که ویدیوهای بیشتری بسازم هرچی باکس جدید اومد. اینم دوباره آخرین باکس چای حکمی، هنوز براش رایت اپی نیومده. سر این ویدیو رو گرفتم که بتونم جزو اولین رایت اپا باشم. خب بازم دوباره امیدوارم خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.